درود بر شما همراهان گرامی و همیشگی کانال ساند کافه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لینک رو برای دوستان خودتون ارسال کنید و با لایک و کامنت های پرمهرتون ما رو در ادامه این راه حمایت بفرمایید. به نام خدا. رابطه جنسی عجیب مورچه دیوانه توسط دانشمندان کشف شد. دانشمندان رابطه جنسی عجیب مورچه دیوانه را کشف کردند. ممکن است همین روش عجیب و غریب برای تولید مثل باعث شده باشد تا مورچه زردهای دیوانه در فهرست 100 گونه مهاجم جانوری در جهان قرار بگیرند. محققان به تازگی به روشی از تولید مثل حیوانات پی بردند که تاکنون ناشناخته بوده است، به طوری که گونه ای از مورچه‌سان‌ها قانون زیستی جهان را زیر پا گذاشتند. طبق مقاله‌ای که روز پنجشنبه در مجله ساینس منتشر شد، گویی رفتار این مورچه‌سان برازنده نامشان است. این حشره اسید پاش شکل عجیبی از تولید مثل دارد که تاکنون در قلمرو هیچ کدام از حیوانات دیده نشده و این دقیقاً همان چیزی است که به آن اجازه می‌دهد تا به یکی از بدترین گونه های مهاجم جهان تبدیل شوند و بسیاری از اکوسیستم های ظریف در سراسر جهان را از بین ببرند. همه می دانیم که به طور معمول جنین از انسان گرفته تا ساده ترین جاندار چند سلولی پس از بارور شدن تخمک توسط اسپرم ایجاد می شود. سپس آن تک سلول برای تبدیل شدن به ارگانیسمی متشکل از سلولهای ژنتیکی یکسان شروع به تقسیم سلولی می کند، به طوری که تقریباً هر سلولی را که از جسم جدا شود باید همان دی ان ای را داشته باشد که سایر سلولها دارند. اما مورچه زردهای دیوانه یا حداقل مورچه های نر از این قاعده مستثنا هستند، به طوری که مواد ژنتیکی از تخمک ملکه و اسپرم جفتش هنگام تشکیل یک مورچه نر جدید با هم ترکیب نمی شوند. در عوض مورچه های ماده و نر هر دو هسته های مملو از دی ان ای را تشکیل می دهند که به طور جداگانه بارها و بارها شروع به تکثیر سلولی می کنند. این سلول‌ها به سلول‌های بیشتر تبدیل می‌شوند که سپس در جنین به هم متصل می‌شوند. به عبارت دیگر، بدن مورچه زردهای دیوانه نر از سلول‌های حاوی مجموعه DNA یکسان تشکیل نشده است. در عوض، مورچه‌های نر از دو رده سلولی تشکیل شدند که هر کدام از این رده‌ها دارای ویژگی‌های ژنتیکی متمایز هستند. یکی از ملکه و دیگری از مورچه نر. در طرف مقابل ملکه های این گونه از مورچه‌سان ها و مورچه های کارگر ماده از ترکیب منظم اسپرم و تخمک تشکیل می شوند. بر این اساس دانشمندان مورچه زردهای دیوانه نر را شیمر یا جاندار منفرد با دو مجموعه سلول ژنتیکی می نامند. نام شیمر از یک موجود اساطیری یونانی گرفته شده که بخشی از آن شیر، بخشی بز و بخشی مار است. دانشمندان تعداد انگشت شماری از شیمرها را در طبیعت، چه در انسان و چه در گونه‌های دیگر یافت کردند که گاهی اوقات در افراد یا جاندارانی با دو رنگ چشم متفاوت نمود پیدا می‌کنند. اما بیشتر پدیده‌های شیمری معمولاً بر اثر رویدادهای نادر در هنگام رشد جنین ناشی می‌شود، مانند زمانی که یک جنین دیگری را در رحم جذب می‌کند. بنجامین اولدروید از اساتید بازنشسته ژنتیک رفتاری در دانشگاه سیدنی در خصوص یافته این پژوهش گفت: هرگز تصور نمی کردم گونه ای وجود داشته باشد که در آن جنس نر خودش ترکیبی از سلول های دورده وراثتی باشد، ولی خودش از یکی از این دودمان ها برای ساختن اسپرم استفاده کند. با این حال در دنیای دیوانوار مورچه ها حتی قبل از این کشف تازه هم مورچه زردهای دیوانه به طور عجیبی با بقیه فرق داشتند. این گونه یکی از بدترین حشرات مهاجم است که در اکوسیستم های مختلف از جزیره هاوایی تا زنگبار در افریقا حضور دارند. سوپر کلونی های این حشرات دیوانه
برای تحت کنترل درآوردن طعمه اسیدی از خودشان سپری می کنند. مثال بارز آن هم حمله دست جمعی به خرچنگ های قرمز در جزیره کریسمس در اقیانوس هند است. بر اساس طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، این مورچه های دیوانه در فهرست 100 گونه از بدترین مهاجمان جهان قرار دارد. ممکن است همین روش عجیب و غریب برای تولید مثل باعث شده باشد تا مورچه زرد دیوانه به عنوان یک مهاجم در رده‌های بالا قرار گیرد. با دارا بودن دو دودمان ژنتیکی مجزا، این گونه جانوری در معرض خطر درونزایی کمتری قرار دارد. این نتیجه گیری حاصل یک مطالعه 15 ساله است و امکان دارد دانشمندان بتوانند به ابعاد بیشتری از این شیوه تولید مثل منحصر به فرد دست یابند. اما مورچه زرد یا فرعون چیست؟ مورچه ها با اندازه ها و ظاهرهای متفاوتی وجود دارند، ولی از جهت شکل ظاهری کم و بیش شبیه یکدیگرند. بر روی سر مورچه یک جفت شاخک یا آنتن وجود دارد. این شاخک ها مدام حرکت می کنند، زیرا اینها شاخک های معمولی نیستند، بلکه اندام های بویایی جانور به شمار می روند. بنابراین مورچه در این حال که فاقد بینی است، ولی حس بویایی دارد. شاخک ها همچنین به مورچه کمک می کنند تا مورچه های دیگر را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کنند. سر مورچه شامل مغز، یک جفت چشم مرکب و آرواره های قوی و دهان است. علاوه بر چشم مرکب، بیشتر مورچه ها دارای اندام بینایی دیگری به نام چشم ساده هم هستند. بین شکم و تنه این حشرات پایه ای وجود دارد که به وسیله آن شکم می تواند حرکات زیادی در جهات مختلف انجام دهد. مورچه های کارگر دارای سر کوچکی هستند، در صورتی که انواع دیگر آنها دارای سر بزرگی می باشند. آرواره های این حشره نسبتاً قوی است و پاهایش به چنگال ختم می شود. یکی از انواع مورچه ها مورچه فرعون می باشد که در تمام خانه ها وجود دارند و زندگی می کنند و رنگ آنها زرد تا قهوه‌ای روشن و یا قرمز می باشد. چشمان آنها بسیار کوچکند و این حشرات نیشدار هستند. این مورچه ها اولین بار در مصر دیده شدند و برای همین به مورچه فرعون معروفند. این حشرات بسیار کوچک بوده و علت نامگذاری آنها دزدی از غذای سایر مورچه ها می باشد. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.